به درد این چیزا نمیخورم. من اصلا قابل تغییر نیستم. من اصلا نمیتونم فلان کارا رو انجام بدم. و این آدما واقعا حالشون بعد از دوره بد میشه. و انتخاب با خودمونه که ما میخوایم جزء اصحاب یمین باشیم که نامه اعمالمون رو به دست راستمون بدن، یا جزء اصحاب شمال که نامه اعمالمون رو به دست چپمون بدن. اما دوستان عزیزم، توی روانشناسی، در علم روانشناسی اینطور مطرح میشه که چیزی به عنوان ترس در وجود انسان نیست، نداریم. عامل خارجی به اسم ترس نداریم. بذاریم من یه چک کنم ببینم کیا هستن، کیا غیبت کردن. خیلی خوب، دوستان عزیزی هم که با نام مهمان وارد شدن لطفا خودشون رو معرفی کنن. مرسی آقای ابراهیمی عزیز، سپاسگزارم از حضورت. دوستان عزیز که با آیدی مهمان هستن هم لطفا خودشون رو معرفی کنن تا بدون که کدوم یکی از عزیزان هستن و کدوم یکی از عزیزان حضور ندارن. خانم توکلی خیلی متشکرم. یه مهمان دیگه هم داریم، یعنی دو تا آیدی مهمان داشتیم. آقای غلام نژادم هستن، آقای منصوری جالم. آقای منصوری سوال داریم؟ دوستان هر موقع دست میارید بالا یعنی سوال دارید و من باید سوالتون رو پاسخ بدم. خیلی ممنونم، مرسی. خیلی خب، در علم روانشناسی اینطور مطرح میشه که ما اصلا چیزی به اسم ترس نداریم. عامل خارجی به عنوان ترس در وجود انسان نیست. یعنی چی؟ ببینید، ما خیلی از اندام‌های بدنمون رو نمی‌بینیم ولی می‌دونیم هست. مثلا ما کبدمون رو نمی‌بینیم ولی می‌دونیم یه چیزی داریم به اسم کبد. کلیه‌مون رو نمی‌بینیم ولی می‌دونیم یه چیزی داریم، دو چیز داریم در حقیقت به اسم کلیه. یا معده، روده، قلب، مغز و تمام اندام‌های درونی بدن رو اصلا نمی‌بینیم ولی می‌دونیم اینا هستن، وجود خارجی دارن. اما ترس وجود خارجی نداره. علم روانشناسی میگه که ترس حاصل یک تفکره، حاصل یک فعل و انفعالاتیه که توی ذهن اتفاق میفته. ترس حاصل یک گفتگوی درونیه که تو دل خودمون، تو ذهن خودمون این گفتگو انجام میشه و اتفاق میفته. و علم روانشناسی اسمش رو گذاشته چرخه ترس یا گردونه ترس. چرخه ترس یا گردونه ترس. اجازه بدید من اینطوری خدمتون چرخه ترس یا گردونه ترس رو معرفی بکنم. چرخه ترس به این شکلی که میگه زمانی که ما، دقیقاً تصویرش رو هم بزنم بیاد، زمانی که ما در شرایط پرتنش یا پر اضطراب و پر استرس قرار میگیریم، یه جایی که مثلا به ما میگن که لایو برگزار کن، یه ویدیو بگیر، بیا الان با دوربین با خبرنگار مصاحبه کن، یا تعدادی از آدم ها اینجا نشستن بیا جلو حرف بزن، یه چیزی بگو، یه سخنرانی انجام بده، یا الان توی این وبینار بیا بالا و صحبت بکن، تجربه خودت رو بگو. اگر انتخاب رو به عهده خودمون بذارن، خوب توجه کنید لطفا، میخوام نکته به نکتهش رو بگیرید، خیلی مهمه. اگر انتخاب رو به عهده خودمون بذارن، یعنی بگن کی حاضره بیاد، من اینطوری که نشستم با خودم فکر میکنم که خب برم اونو ببینار اینو میگم، یه کاری نداره، تا میام بگم من حاضرم، سریع اتفاقی تو ذهنم میفته. این سریع که میگم در کسری از ثانیه است، خیلی سریع، خیلی فوری، در کسری از ثانیه یه اتفاقی توی ذهنمون میفته. اون اتفاق چیه؟ من همیشه مثال میزنم، میگم که اگه خاطرتون باشه زمانی که بچه بودیم
به ما میگفتن دو تا فرشته همراهمونه، یه فرشته که روشونه سمت راستمون میشست و ما رو به انجام دادن کارهای خوب تشویق میکرد، ترغیب میکرد، یه فرشته که روشونه سمت چپمون میشست و ما رو به انجام دادن کارهای بد تشویق میکرد. به محض اینکه میگم میخوام بگم که من آمادم یا اجازه بدین من بیام، سریع یهو این فرشته سمت چپ نازل میشه و دست منو میگیره، میگه وایسا ببینم کجا میخوای بری. میگم که هیچی. گفتن کی میتونه بیاد الان صحبت بکنه، کی میتونه بیاد لایو با هم دیگه برگزار بکنیم، کی میتونه بیاد بالا روی استیج فلان چیز رو بگه؟ من میتونم، میخوام من برم بگم. البته فرشته های امروزی هم خب فرق دارن با فرشته های قدیم. فرشته های امروزی خیلی مدرن تر شدن، خیلی بروزتر شدن، خیلی آموزش دیدن، بلدن که چطوری متقاعد بکنن، متقاعد سازی رو یاد گرفتن. به خاطر همین این فرشته سمت چپ به محض اینکه من بهش میگم من میخوام برم بگم، میگه اه آفرین، سری هوستجویی میکنه، سری از یه تکنیک استفاده میکنه و هوستجویی میکنه، تحسینم میکنه، میگه آفرین باریکلا، نه خوشم اومد باریکلا، تو باعث افتخار ما فرشته ها هستی، وقتی میبینم که اینقدر جسارت داری، اینقدر شهامت داری، میخوای بری صحبت بکنی، لذت میبرم، کیف میکنم، باریکلا، خیلی عالی، آفرین، حتما این کار انجام بده. داره هوستجویی میکنه که ما باورش کنیم. بعد بلا فاصله بعد از حسرویی که تقریبا دیگه باورش کردیم، همه اینا تو کسری از ثانیه اتفاق میفته. بلا فاصله بعد از این حسرویی میگه که حالا وایس ببینم اگه یهو رفتی اون بالا توپق زدی چی؟ اون وقت چی میشه؟ اگه رفتی نتونستی خوب حرف بزنی؟ اگه رفتی حرفت یادت رفت؟ اگه فلان همکارت اومد به تیک انداخت و خندید و بعد رفت محل کارت به بقیه تعریف کرد، اون وقت چی میشه؟ اگه دختر خالت پسر خالت اومد دیده توی لایف، اگه فک و فامیل همه یکی یکی به پیام دادن که این مسخره بازی یا چیه خودتو جمع کن، اون وقت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ متوجه منظورم شدین؟ تو کسری از ثانیه، در حالی که هنوز نرفتم، تازه میخواستم دستمو بیارم بالا، تا اومدم دستمو بیارم بالا، تو این نیم ثانیه، تو این یک آن یک لحظه، همه این اگه 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 ها تو ذهنم داره مرور میشه. دوستان عزیزم، این اگه اگه ها اولین مرحله چرخه ترسه. اولین مرحله همون خونه قرمز رنگه. یعنی چی؟ یعنی افکار منفی، افکار منفی. یعنی در حالی که من نشستم روی صندلی و دارم فکر میکنم که من برم یا نرم، بگم یا نگم، داوطلب بشم یا داوطلب نشم، چی کار کنم، سریع این افکار منفی بر من وارد میشه با سرعت خیلی زیاد. و ورود افکار منفی به ذهن ما آدم ها برای اونایی که سابقه توجه به افکار منفی دارن خیلی سریعتر اتفاق میفته، خیلی زودتر، خیلی تندتر، خیلی سریعتر اتفاق میفته. و کافی من یه خورده، فقط یه کوچولو افکار منفی رو جدی بگیرم و بهشون توجه کنم، یعنی بگم که ای راست میگه ها، اگه یهو توپق زدم چی؟ اگه یهو احساساتی شدم، اگه یه هو نتونستم خوب حرف زنم، اینطوری که خیلی بد میشه، همه به من میخندن، آبروم میره، موقع چی میشه، چیکار کنم؟ متوجه شدین؟ کافیه یه کوچولو به این افکار منفی ما اهمیت بدیم، بهشون توجه کنیم، یه کوچولو اجازه بدیم توی ذهن ما مرور بشه، بلا فاصله چرخه ترس به یه روش فوق‌العاده عجیبی وارد مرحله دوم خودش میشه. اون روش عجیب چیه؟ گفتم دیگه فرشته های امروزی خیلی مدرنن، خیلی بروزن. فرشته ای که اومده با خودش یه تبلت هم آورده، یه تبلت داره، من همیشه اینطوری مثال میزنم توی کلاس برای اینکه دوستان دیگه همیشه یادشون بمونه،
میگه اون فرشته یه تبلت هم با خودش آورده. همین که من دارم به این اگه اگه ها فکر میکنم، اگه اون شد چی؟ اگر اینطوری شد، وای یه وقت یکی اونطوری بیاد به من بگه، یکی یه سوالی بپرسه نتونم جواب بدم، اگه این اتفاق بیفته من باید واقعا چیکار کنم؟ همین که من دارم به اینا فکر میکنم، این فرشته تو تبلتش یه فیلم داره، این فیلم رو یه پلی میزنه، اینطوری میگیره جلوی چشم من و من دارم یه فیلم نگاه میکنم. چه فیلمی اگه گفتین؟ یه نفر به من بگه اگه گفتین چه فیلمی نگاه میکنم. اتفاق بد، تجربه های بد گذشته. خب بیاین فکر کنم اولین باره که من میخوام این کارو کنم، اصلا هیچ تجربه بدی در این خصوص ندارم، تجربه قبلی ندارم. بله، یه فیلم از خراب کردنم میاره، فیلم خودم رو میاره که توپق زدم، سوتی دادم، خراب کردم، آبروم رفته، دیگران دارن به من میخندن، دارن منو مسخره میکنن، دارن منو قضاوت میکنن. اما این فیلم رو از کی آورده؟ از آینده آورده، از آینده آورده، از چند دقیقه آینده که شاید اتفاق بیفته، شاید اتفاق نیفته. یعنی فیلم از گذشته نیست، از آینده است. و من در حالی که رو صندلی نشستم دارم یه فیلمی رو نگاه میکنم، میبینم که این منم. نگاه کن، توپق زدم، همه دارن به من میخندن، بیا آبروم رفت، میبینی چطوری دارن به من میخندن، منو مسخره میکنن. این فیلم از آینده اومده. بله، یک پیشبینیه. در حقیقت این فیلم چیه دوستان؟ یه تصوره، یه تصویر سازیه. بنابراین ما تصویر سازی رو بلدیم، اما چه استفاده ای ازش میکنیم؟ استفاده منفی و حرفه‌ای هم ازش استفاده میکنیم برای اینکه استفاده منفی اتفاق بیفته. من در حالی که هنوز روی صندلی نشستم و اعلام آمادگی نکردم، داوطلب نشدم، به افکار منفی دارم فکر میکنم، فیلم رو هم دارم میبینم. افکار منفی فکر دیگه، دلیله، میشه خوراک نیمکره چپ مغز من. و این فیلم تصویره، میشه خوراک نیمکره راست مغز من. هر دوتاش با هم دیگه تجربه شد. به خاطر همین در همون لحظه که روی صندلی نشستم، حس بد ناشی از مسخره شدن، خراب کردن، شکست خوردن، عقب موندن از دیگران بهم دست میده. حسش بهم دست میده. پیش نیومدا، ولی من دقیقاً همون حس و حال رو پیدا میکنم. حالم بد میشه. و این دومین مرحله چرخه ترس، یعنی احساسات منفی. احساسات منفی. پس توی همون یک لحظه، فراموش نکنه همه اینا تو یک لحظه داره اتفاق میفته، طولانی نیست، همش توی یه لحظه است. من زدم رو دور کند که قشنگ توضیح بدم این یک لحظه چه اتفاقی برام میفته. در حالی که روی صندلی نشستم و هنوز بلند نشدم برم اون جلو، هم به من افکار منفی وارد شد، هم احساس منفی وارد شد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا که دارم فیلمش رو میبینم و به لحاظ احساسی حس بدی هم برام درست شد، با خودم میگم که اینطوریه؟ من اگر توپق بزنم، اگر احساساتی بشم، اگر نتونم سوالی رو جواب بدم، اگر تیکهی به ام بندازن، اگر صدام بلرزه، نمیخوان اینطوری به من بخندن، منو مسخره کنن، آبروم بره؟ خب چه کاریه؟ بل کن بابا، نمیرم، راحت میشینم سر جان. چرا من برم؟ بذار یکی دیگه بره. به من چه ربطی داره؟ این همه آدم، کی گفته که من باید برم حتما صحبت کنم؟ اگرم مجبور شدم برم، نفر اول نمیرم، بذار اول 10-15 نفر برن، 20 نفر برن، بعد حالا اون وسط ها اگر لازم شدونه. دقیقا مثل جاهایی که توی یه کلاسی نشستیم و میگن کی داوطلبه بیاد این موضوع رو توضیح بده. این سومین مرحله چرخه ترسه.
یعنی رفتار منفی، یعنی اجتناب کردن. رفتار منفی ما اینجا میشه صرف نظر کردن از اینکه برم و اجرا کنم، اجتناب کردن از اینکه برم جلوی جمع حرفی بزنم. و من دارم مثال میزنم جلوی جمع حرف زدن رو، این فقط مثال منه. صرف نظر کردن از اینکه برم درخواستم رو مطرح کنم، صرف نظر کردن از اینکه لایو برگزار کنم، صرف نظر از اینکه ویدیو بفرستم، صرف نظر از اینکه برم به فلانی یه چیزی بگم، صرف نظر میکنم، اجتناب میکنم. و این میشه سومین مرحله چرخه ترس. شاید بعضی فکر کنن که آقا باشه حالا دیگه یه بار اینطوری شده دیگه، حالا یه بار از من خواستن بیا توی وبینار بیا بالا یه صحبتی بکن، من یه بارو نتونستم برم، مرد که نیست، چی شده مگه؟ حالا دفعه بعد شاید، این بار اگر فرصت پیش اومد میرم. آها، نکته مهم اینجاست. لطفاً به این تصویری که براتون گذاشتم نگاه کنید، خونه رنگ بنفش رو ببینید، رفتار منفی نوشته. با یه فلش دیگه ادامه داره این چرخه، اینجا که متوقف نشد، همچنان ادامه داره. یعنی کافیه فقط یک بار من رفتار منفی رو انجام بدم، یک بار رفتار منفی من افکار منفی من رو قدرتمندتر میکنه. افکار منفی احساسات منفی حال به همزنتری رو برای من درست میکنه. احساسات منفی بدتر رفتار منفی من رو جدیتر میکنه. دوباره، رفتار منفی جدیتر افکار منفی قویتر رو دوباره قویتر میکنه، قدرتمندتر میکنه. افکار منفی قدرتمندتر احساس منفی بد و زشت قبلی رو زشترش میکنه، بزرگترش میکنه، مضاعفش میکنه. و این روند، این چرخه دوستان عزیزان در طول زندگی ما مدام در حال چرخیدن و در حال بزرگتر شدن و قویتر شدنه. درست مثل یه گوله برفی که ما روی برف غلتش میدیم و لحظه به لحظه بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. رفتار منفی آقای غلام نژاد میشه همون صرف نظر کردن از تصمیممون. من تصمیم دارم که برم، مثلا یه کدورتی بین من و همسرم به وجود اومده، مثال بزنم، مثال ارتباط رابطه بزنم، فرض کنید که یه ناراحتی بین من و همسرم به وجود اومده، بعد حالا یه چند ساعتی با هم دیگه قهر بودیم، الان با خودم میگم که بذار برم ازش معذرت بخوام، برم عذر خواهی کنم، منم به اندازه خودم مسئولیت دارم، بذار برم معذرت بخوام. میرم یه ذره دم آشپزخونه وای میسم، بعد اون لحظه فرشته میاد میگه که اگه حالا بری معذرت خواهی کنه اینطوری بشه چی، پر رو بشه چی، اونطوری بشه چی، این بشه چی، دفعه بعد دوباره اینو تکرار کنه، فکر کنه من نقطه ضعف دارم چی، و صرف نظر میکنم، میگم ولش کن، الان زمان خوبی نیست، حالا فعلا بذار بعد از ظهر میرم معذرت خواهی میکنم، بعد از ظهر میشه میگم بذار شب، شب میشه میگم بذار فردا صبح. هی به تعویق میندازم این کار رو، هی به تعویق میندازم. یا نکته دیگه، یه مثال دیگه، یه پولی به یه نفر قرض دادم، قرار بوده توی تاریخی بده، قرض منو نداده، هی میگم که بذار برم بهش بگم، بعد بخوام میگم نه بابا، حالا میگه که نگاه کن تو رو خدایه یه بار یه کاری بر ما کرده، هی با خودم کلنجار میرم و صرف نظر میکنم از تصمیمم. رفتار منفی ما میشه صرف نظر کردن از اون تصمیمی که گرفته بودم. میخوام لایو بذارم، میدونم باید لایو بذارم، هی به تعویق میندازم، میگم بذار فردا، بذار بعد از ظهر، بذار فردا صبح، بذار حالا شب، هی به تعویق میندازم. این به تعویق انداختن و صرف نظر کردن میشه رفتار منفی، یعنی کاری رو که باید انجام بدم رو انجام نمیدم. و این رفتار منفی دوباره به افکار منفی ما قدرت میده، قوت میده، بزرگشون میکنه. پس فکر نکنید که یه بار، اگر حالا یه بار دیگه نیومدی تو وبینار چیزی هم از دست ندادی، نیومدی بالا صحبت کنی چیزی از دست ندادی، لایو برگزار، حالا دفعه بعد اگر شرایطش پیش اومد لایو برگزار، نه خیر،
دفعه بعد سختتر از این دفعه است. چرا؟ چون چرخه ترست قوی تر شده، بزرگتر شده. فکر نکن که حالا اگر اینجا جواب نگرفتن مهم نیست، یه بار دوباره از اول فایل ها رو گوش میدم، ایشالله که اون بار جواب میگیرم. نه خیر، دفعه بعد خیلی سختتر میشه و اون موقع خیلی بیشتر اذیت میشه. چرخه ترس در حال رشد و در حال قوی تر شدن. به خاطر همین آدمایی که سنشون بالاست بیشتر عمر از خدا گرفتن، بیشتر عمر کردن و دفعات بیشتری فرار کردند. خوب توجه کنید، مثلا حسین مهدی شاید یه بار تو کلاس معلمشون بهش گفته که توی کلاس گفته که بچه ها کی داوطلبه بیاد این درس رو توضیح بده، همین یه بار بوده و حسین مهدی گفته که ولش کن بابا بذار یکی دیگه بره. همین یه بار اتفاق افتاده برای حسین مهدی، ولی برای من 100 بار اتفاق افتاده. حسین مهدی یه بار صرف نظر کرده ولی من 100 بار صرف نظر کردم. تغییر کردن کدوممون راحت تره؟ مسلما تغییر کردن حسین مهدی راحت تره، چون چرخه ترس حسین مهدی هنوز خیلی قوی نشده، ولی من چون 100 بار فرار کردم گفتم نه، تبدیلش کردم به یه فوبیا، یه ترس بزرگ. اصلا وقتی اسم سخنرانی رو میاری وحشت تمام وجودم رو میگیره و میگم نه، اصلا به من نگید همچین چیزی. به خاطر واقعا تبریک میگم به حسین مهدی، خوش به حالش، خیلی کارش راحته. ای کاش یه نفر به ما هم اون زمان که همسن حسین مهدی بودیم این چیزها رو میگفت. ای کاش یه نفر ما رو میبرد توی کلاسی که در مورد این چیزها با ما صحبت میکردن. و خوش به حال حسین مهدی واقعا، و واقعا تبریک میگم به والدینش، به پدر و مادرش و همینطور به خودش. معلومه که خانواده ی آموزش پذیری و اهل آموزشی داره که از این سن آوردنش توی یه همچین دوره‌ای. بنابراین به این موضوع توجه کنیم. حالا نکته اینجاست، اگه مثلا بزنید یکی دیگه از دوستان رو مثال بزنم، مثلا آقای غلام نژاد. آقای غلام نژاد لایو برگزار کردین این هفته یا خیر؟ به من بگین لطفا آقای غلام نژاد. متاسفانه برگزار نکردین. حالا آقای غلام نژاد رو میگم چون با آقای غلام نژاد راحت تریم، انقدر دیگه شوخی کردیم اینجا راحت تریم. حالا یا حتما یه دلیلی داشته که برگزار نکردن، ولی مطمئن باشین الان خودشون میتونن دقیقا اینو بگن، میتونن اقرار بکنن، میتونن در موردش حرف بزنن. وقتی این هفته رو از دست دادیم، انجام ندادیم، برگزار نکردیم، هفته بعد برامون سخت‌تر میشه. هفته بعدی سخت‌تر، هفته بعدی سخت‌تر. درست مثل یه دانشجویی میمونه که یه واحدی رو میخواد پاس کنه، دوست نداره، اصلا این درس رو دوست نداره، ازش متنفره. تا اسم اون درس میاد میگه نه وای من از این اصلا خیلی بدم میاد. هی اینو به تعویق میندازه. این واحده رو نمیگیره. ترم بعد، ترم بعد، ترم بعد، ترم بعد. دست آخر انقدر براش سخت میشه که حاضره حتی چندین برابر شهریهش رو پرداخت کنه، بگه ببخشید میشه این واحده رو به من ندید، یه نمره 10 فقط به من بدید تمام شه بره. اون کار با انجام ندادنش برای ما سخت‌تر میشه، با فرار کردن از اون کار برای ما سخت‌تر میشه. پس خیلی مراقب باشین، فکر نکنیم که حالا من لایو انجام ندادم چی میشه مگه؟ هیچی نمیشه، فقط چرخه ترست انقدر بزرگ میشه که بعداً تو موارد دیگه هم کم میاریم. حالا نکته جالب اینجاست دوستان عزیزم، چرخه ترس اینطوری نیستش که من برای سخنرانی یه چرخه ترس داشته باشم، برای لایو یه چرخه ترس جداگونه ای داشته باشم، برای وبینار یه چرخه ترس سومی داشته باشم، برای آموزش دادن یه چرخه ترس دیگه ای داشته باشم. نه اینطوری نیست. چرخه ترس ذهن ما یکیه، همین یه دونه است، ولی با رفتارهای منفی مختلف، با اجتناب کردن در موقعیت‌های مختلف، هی این چرخه بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، هی بزرگتر میشه. پس زمانی که چرخه ترس من با لایو برگزار نکردنم بزرگتر میشه،
درسته که الان از لایو برگزار کردن فرار کردم، اما یه جای دیگه هم میخوام از حقم دفاع کنم، بازم فرار میکنم از اون موقعیت. یه جای دیگه هم میخوام حرف دلم رو بزنم، از اون موقعیت هم فرار میکنم. یه جای دیگه هم میخوام داوطلب بشم برم یه چیزی بگم، از اون موقعیت هم فرار میکنم. و همش فرار 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 و این میشه نتیجهش. نتیجهش میشه که همین الان من افرادی رو میشناسم که اینا آدم های خیلی بزرگی هستن. دیروز با یک شخصی مشاوره داشتم. این شخص مؤسس و مدیر یه شرکت فوق‌العاده بزرگه. اسم شرکت رو نمیارم، چون اسمشو بیارم همه شما میشناسید. تو تبلیغات تلویزیونی این شرکت رو دقیقا میدونید، یعنی میرید از فروشگاه خرید کنید حتما محصولات این شرکت رو خرید میکنید. ایشون 8000 نفر نیروی کار داره، 8000 نفر. اما از صحبت کردن توی جلسه میترسه. خب وقتی همچین شرکت بزرگی داره و 8000 نفر نیرو داره، این شرکتی که یه روزه ساخته نشده، فکر کنیم مثلا هفته پیش این شرکت رو ساخته، 8000 نفر استخدام کرده، این هفته یهو متوجه شده که از این که بخواد بره جلوی اینا صحبت کنه میترسه. نه، اینطوری که نبوده. 25 سال این شرکت داره فعالیت میکنه. این شخص 25 سال پیش شرکتش رو تأسیس کرده. بهش میگم تا حالا کجا بودی؟ تا حالا چیکار کردی پس؟ میگه راستش تو این 25 سال تا تونستم فرار کردم. الان رسیدم به یه جایی که دیگه مجبورم برم تو تلویزیون صحبت کنم، مجبورم برم توی جلسات صحبت بکنم، مجبورم برم تو وزارتخونه صحبت کنم. نمیدونم باید چیکار کنم. گریم میگیره وقتی نمیتونم صحبت بکنم. خب چرا باید همچین چیزی باشه؟ چرا باید گریش بگیره؟ چرا؟ علتش رو الان همه شما میدونید، چون 25 سال پیش فرار کرد. اگر 25 سال پیش فرار نمی کرد، میرفت انجام میداد، کیفیتش خوب بود یا بد بود؟ ببینید، من در رابطه با کیفیت که اصلا صحبت نکردم. وقتی صحبت نکردم یعنی مهم نیست، یعنی اهمیتی نداره. وقتی برای اولین بار میریم توی جمعی صحبت میکنیم، خوب صحبت میکنیم یا بد؟ قرار نیست خیلی خوب صحبت بکنیم، پس کیفیتمون پایینه. درسته؟ کیفیتمون پایینه. 25 سال پیش اگر دفعه اول میرفت توی جمعی صحبت میکرد با کیفیت پایین، دفعه دوم که میرفت صحبت میکرد یک کمی کیفیتش بهتر میشد، دفعه سوم یک کمی بهتر، دفعه چهارم یک کمی بهتر، دفعه پنجم انقدر خوشگل صحبت میکرد که دیگه این موضوع براش بر همیشه دیگه حل میشد، برای همیشه حل میشد. دیگه ترس از صحبت کردن در جمع در این شخص وجود نداشت و از اون موقع هی کیفیت رشد میکنه. وقتی ترس از بین میره، حالا دیگه کیفیت شروع میکنه به تقویت شدن، به رشد کردن. ترس مثل یه علف هرزه، نمیذاره این گل، این گیاه رشد بکنه. و تو باید این علف هرز رو در بیاری از ریشه. هر چی بیشتر به تعویق بندازی، حتی اگر یک روز، حتی اگر یک لحظه در آوردن این علف هرز رو به تعویق بندازی، این بیشتر داره به اون گیاه، به اون گل، به اون نهال آسیب میزنه، بیشتر داره ضعیفش میکنه. و باید خیلی زود عجله کنی و این علف هرز رو بیرون بکشی. چرخه ترس مثل یه ویروسه. زمانی که یک ویروس وارد بدن ما میشه، ما که متوجه نمیشیم اصلا. روز اول اصلا متوجه نمیشیم، روز دوم بازم متوجه نمیشیم، روز سوم بازم متوجه نمیشیم، روز دهم، روز دوازدهم یه علائمی میبینیم. 10-11 روز این ویروس تو بدن ما داشت قوی میشد. شایدم یه لحظه یه اینطوری کردم، ولی بهش توجه نکردم، گفتم ولش کن بابا طوری نیست، الان یه چایی بخورم خوب میشه، ولی توجه نکردم بهش. بسیاری از بیماران سرطانی ما
وقتی میرسن به پزشک، وقتی میرن آزمایش های لازم رو انجام میدن، به این نقطه میرسن، میگن خانم محترم، آقای محترم، توده سرطانی شما به قدری رشد کرده و به قدری بزرگ شده که تبدیل شده به سرطان بدخیم. دیگه درمانش به این راحتی ها اتفاق نمیفته. بعد پزشک میگه تا الان کجا بودی؟ میگه خب من تا الان نمیدونستم که سرطان دارم. میگه تو الان 4 سال سرطان داری. 4 سال، یعنی تو تو این 4 سال نرفتی سالی یه بار یه چکاپ بدی؟ یعنی تو متوجه این دلدردهای همیشگیت نشدی؟ یعنی تو متوجه این سنگینی همیشگی ریت نشدی؟ بعد میگیم که چرا، ولی فکر نمیکردم انقدر جدی باشه. بله، فکر نمیکردی هی به تعویق انداختی تا غده سرطانی تشکیل شد، رشد کرد، بزرگ شد، الان تمام اندامهای بدنت رو گرفته و متاسفانه کاری از دست ما ساخته نیست. و الان تعمیمش بدیم به همین تمرین هایی که خودمون باید انجام بدیم. وقتی هی به تعویقش میندازی، شاید فکر کنی که اتفاقی نیفتاده، حالا چیزی نشده که، باشه دفعه دیگه، باشه فردا، باشه هفته دیگه. آره، شاید به نظر برسه که حالا خیلی چیز مهمی از دست نده، کسی که نمیاد منو چک کنه ببینه که من انجام دادم یا انجام ندادم. واقعا خندم میگیره برای این طرز تفکر. و متاسفم که همچین تفکری هنوز توی جامعه ما وجود داره که نیاز به یه آقا بالا سر داریم تا کارمون رو انجام بدیم. واقعا متاسفم و واقعا حیف. یادمون رفته که مسئولیت داریم، یادمون رفته که قولهایی دادیم، یادمون رفته که ما اشرف مخلوقاتیم، یادمون رفته. و نکته مهم اینجاست دوستان عزیزم، همراهان عزیزم، چطوری صداتون کنم؟ گلای آسمونی، هر کاری رو که به تعویق بندازی برات سخت‌تر و سخت‌تر میشه. اگر یه درخواستی از یکی از اقوامت داری و مدام این درخواست رو داری به تعویق میندازی، سخت‌تر میشه. اگر یه کاری رو باید انجام بدی و مدام داری به تعویق میندازی، بزرگتر میشه اون کار برات. و باید تکلیفت رو روشن کنی، زود باید به سمتش بری و زود باید از اون عبور کنی، و الا این معمای حل نشده هی بزرگتر میشه و تبدیل میشه به یک قده آزار دهنده در ذهنت، تبدیل میشه به یک سرطان ذهن، سرطان فکر. همیشه یه بخشی از فکرت درگیر اون موضوع، همیشه، و فکر میکنی که همیشه من توی این موضوع ضعف دارم، من نمیتونم اون کار رو خوب انجام بدم، من تو اون کار ضعیفم. و یک بار برای همیشه تکلیفت رو باید روشن کنی، یک بار برای همیشه. چی نوشتی؟ نوشتی مثل قوانین راهنمایی رانندگی میمونه که اگه پلیس باشه رعایت میکنیم، اگه نباشه که خب حیفه دیگه، نباید اینطوری باشیم. واقعا قرار نیست اشرف مخلوقات اینطور باشه. و متاسفم از اینکه یک همچین رفتاری توی کشور ما رواج پیدا کرده. بیاییم یه قراری با هم بذاریم، بیاییم من و شما همین جمع دست به دست همدیگه بدیم، کمک کنیم به اینکه این رفتار جامعهمون رو اصلاح بکنیم، کمک کنیم به اینکه جامعه خودمون رو جای بهتری بکنیم، چون بیشترین آسیبی که ما داریم میبینیم از همجاست. و اینطوریه که انقدر زندگی سخت میشه برامون. بیا با هم دیگه این کار رو انجام بدیم، همه با هم. و اگر میخوایم جامعه خودمون رو تغییر بدیم، این تغییر از کجا باید شروع بشه به من بگین. میخوام جامعه خودم رو تغییر بدم، این تغییر باید از کجا شروع شه؟ زنده باد، از خودمون. از خودمون باید شروع بشه. خودم باید شروع کنم.
از خودم و هرچی بیشتر به تعویق بندازم تغییر خودم رو، اول در حق خودم دارم ظلم و اجحاف میکنم، دوم در حق خانوادم، چون اولین جامعه جامعه خانواده ماست که از ما اثر مستقیم دارن میگیرن، و سوم در حق جامعه دارم ظلم و اجحاف میکنم، چون من به عنوان اشرف مخلوقات خداوند کاری رو میتونم انجام بدم که هیچ کس دیگه ای نمیتونه مثل من انجام بده. و شما، تک تک شما عزیزان، خانم سلطانی، خانم مرادی، خانم با پیران، خانم فلاح نژاد، خانم سابقی، حسین مهدی عزیز، آقا فؤاد، آقای بابایی، خانم پورنسی، همه شما عزیزانی که الان اینجا حضور دارین، تک تک شما عزیزان اشرف مخلوقات عالم هستی هستین. شخص شما یه کاری رو میتونین انجام بدین که هیچ کسی مثل شما نمیتونه اون کار رو انجام بده، نمیتونه اون کار رو انجام بده. و من و شما در مقابل این وظیفه‌ای که به دوش ما گذاشتن، به عهده ما گذاشتن، مسئولیم، مسئولیت داریم. اگر نتونیم انجامش بدیم، آخرین روز عمرمون حالمون خوب نیست، زجر میکشیم از عمری که به بطالت رفت، زجر میکشیم بابت کارهایی که میتونستیم انجام بدیم و انجام ندادیم، عذاب میکشیم. اون جهنمی که وعده دادن همینه، اون عذابی که به ما وعده دادن همینه. یهو جلوی ما خودمون رو نشون میدن که میتونستیم اون باشیم ولی نشدیم، اون کسی که خیلی دوستش داریم ولی نشدیم. این یعنی جهنم واقعی، این یعنی عذاب واقعی. و خیلی واقعا باید مراقب باشیم که به اونجا نرسیم. پس بیایم همه دست به دست هم بدیم، همه دست به دست هم بدیم و تصمیم بگیریم یک بار برای همیشه این رفتار رو در جامعه خودمون اصلاح بکنیم، یک بار برای همیشه. و شروعش از این تغییر در وجود خودمونه، چون اگر خودم رو تغییر بدم، جامعه هم به من نگاه میکنن و به آرومی تغییر میکنن. ولی اگر خودم رو تغییر ندم، بعد برم بگم، مثلا فرض کنیم من الان دارم در مورد این صحبت میکنم، میگم بریم سخنرانی کنیم نترسیم، بریم لایو برگزار کنیم نترسیم، ولی خودم از لایو میترسم، بعد خودم انجام نمیدم این کارو. خب نمیشه که. چطوری ممکنه بتونم به دیگران کمک کنم وقتی خودم توی موضوع مشکل دارم؟ اول باید در درون خودم این موضوع رو حل کرده باشم، اول باید در درون خودم این موضوع رو حل بکنم و بعد تغییر آغاز میشه. اون موقع است که میگه فلانی دنیا رو جای بهتری برای زیستن کرد. اون موقع میتونیم اسم خودمون رو بذاریم اشرف مخلوقات. در غیر این صورت یه موجودی هستیم مثل سایر موجوداتی که الان توی دنیا زندن، یه مدتی زندن، یه چرخه زندگی دارن، زندگی میکنن، بعد هیچ اختیاری هم از خودشون ندارن، بعدم دیگه عمرشون تموم میشه و هیچ اثری هم ازشون به جا نمیمونه. که اگر بخوایم اینطوری فکر کنیم، خیلی ببخشین که اینطوری صحبت میکنم، ولی از سایر موجودات پستر میشیم، چون سایر موجودات یه چیزی توی دنیا دارن اضافه میکنن، یه اثری دارن اضافه میکنن، ولی ما چطور؟ ما چه اثری از خودمون اضافه میکنیم؟ وقتی از قابلیت ها و توانمندی هایی که خداوند به ما داده استفاده نکنیم، چه کار داریم میکنیم؟ این چه زندگیه؟ مرحله دوم چرخه ترس سوسان احساسات منفی بود. گفتیم این احساسات منفی با تصور ذهنی معمولا شروع میشه، نقطه مقابلش هم هست، احساسات مثبت هم معمولا با تصور ذهنی شروع میشه. جلسه بعد موضوع صحبتمون تصویرسازی و تصور ذهنیه و خیلی مطالب جلسه بعد قشنگه، خیلی قشنگه، فوق العاده قشنگه و واقعا بهش نیاز داریم.
و دوستان دوره قبلی اشرف مخلوقات رو هم دعوت میکنم که توی جلسه قبل تشریف بیارن و حضور داشته باشن، چون این محتوا محتوای جدیده و دوستان میتونن از این محتوای جدید هم استفاده بکنن. شما هم ایشالله توی دوره های بعدی اشرف مخلوقات حضور خواهید داشت و هر بار اشرف مخلوقات چیزهایی بهش اضافه میشه، محتوای جدیدی بهش اضافه میشه. و اگر کل دوره رو بودین که چه بهتر، اگر نبودین توی قسمت هایی که محتوا جدیده حتما بهتون اطلاع رسانی میکنیم که حضور داشته باشین. اینو به خاطر این گفتم که در مورد تجسم و تصور ذهنی اگر سوالی براتون پیش اومده و نمیدونید باید چی کار بکنید، اصلا نگران نباشید. هفته آینده عالیه، عالی، یعنی چی بگم، یه محتوا فوق العاده خوشگل و قشنگ و علمی براتون آماده کردم که جواب تمام این سوالات رو به ما خواهد داد. خب یه کمی هم با شما صحبت کنیم و یه کمی هم از شما بشنویم. زنده باشین انجام وظیفه از خانم محمدی گرامی. الان دیگه تقریبا میدونید دیگه چرخه ترس در ذهن بعضی وجود داره، شاید در ذهن همه وجود داشته باشه. مثلا شاید یکی از ترس ها همین باشه که بیایم اینجا بالا صحبت بکنیم، تصویرمون دیده بشه، صدامون شنیده بشه. خب تعداد زیادی از دوستان تا الان با این ترس خودشون رو روبرو کردن و سعی کردن این چرخه ترس رو از بین ببرن و با اینکه سخت بوده براشون اومدن و صحبت کردن، دیده شدن، شنیده شدن. اما بعضی از دوستان هنوز نه، هنوز منتظرن که یه معجزه‌ای رخ بده، هنوز منتظرن که یه اتفاقی بیفته. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که از همین الان شروع کنید. با خودتون بگید که بابا فوقش اینکه یه آمپولی میخوام بزنم. درد داره آمپوله، ولی مرگ نیست. ولی اگر درد آمپول رو الان نپذیرم، بعدن رنج یه درمان خیلی سنگین رو باید بپذیرم. پس بذارم همین الان خودم با پای خودم برم این آمپول رو بزنم، خیالم راحت بشه، تمامش کنم برم. بنابراین اونه که آماده آمپول هستن، آمپول که یعنی آماده این که بیان الان اینجا صحبت بکنن و تا الان نیومدن، همین الان دستاشون بالا که من یکی یکی دعوتشون بکنم و تشریف بیارن. اولین نفری که دستشون رو بردن بالا خانم قسامی هستن. قسامی، یا امیدوارم که اسم فامیلتون رو درست صدا کرده باشم، از شما دعوت میکنم که تشریف بیارین، دوربین و صدا رو تایید بفرمایید، تشریف بیارین و چند دقیقه با هم دیگه صحبت بکنیم. بفرمایید لطفا. خب صدا اوکی شد، دوربین رو هم اگر تایید کنه. آها سلام، شما وقت شما بخیر. مرسی، ممنون استاد. خوبین؟ ممنون، خوشحالم که توی لایف شرکت کردم، این اولین بارم که میام در لایف. چقدر عالی، واقعا بهتون تبریک میگم، آفرین به شما. اول ازتون خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید و بعد یکی دو تا از ارزش‌های خانوادگیتون رو اگر دوست دارید، یا یه اتفاق خوشایند زندگیتون رو اگر دوست دارید، یا یه نکته‌ای که براتون تا الان تو دوره اشرف مخلوقات جالب بوده رو اگر دوست دارید بگید. این موضوع صحبتتون باشه. به نام خدا، من کیانا قسامی هستم، رشته تحصیلی معماری هست و الان مشغول کارهای هنری هستم، در زمینه همجوشی شیشه کار میکنم که یکی از شاخه‌های شیشه‌گری هست. در واقع نکته که بخوام بگم از ارزش‌های خانوادگی، مگه بخوام بگم، یکی از ارزش‌های خانوادگیمون این هست که سعی کنیم تو جامعه مفید باشیم و کاری رو انتخاب کنیم که مؤثر باشه برای جامعه و فقط به فکر کسب ثروت نباشیم و به این فکر کنیم که برای بقیه هم بتونیم مفید باشیم و تأثیر مثبت تو جامعه داشته باشیم. تموم شد. دیگه مطمئنن وقتی برای اولین بار دارین لایو صحبت میکنین براتون آسون نیست، شاید خیلی سخت باشه، مثلا الان که دیگه تصویرتون تکی دیده میشه. دوستان من محض اطلاع بگم که تصویر و صدای خودم رو در زمانی که یکی از شماها تشریف میارین بالا قطع میکنم
که دچار کاهش سرعت نشیم و قطع و وصل نشه. خب سخته واقعا خانم قسامی؟ بله خیلی سخت. الان قبل از اینکه بیاین خیلی استرس داشتین؟ آره استرس که زیاد داشتم، الان قلبم خیلی تون میزنه و دارم عرق میکنم خیلی. آها خیس عرق میشین. خیلی خوبه که با این که میدونید این کار سخته و الان دارید اذیت میشید، همچنان ازش استقبال میکنید و دارید انجامش میدید. الان تو ذهنتون چی داره میگذره؟ خدا خدا میکنه که زود تمامش کنی؟ بیشتر دارم به این فکر میکنم که بقیه که دارن منو میبینن چه قضاوتی راجع به حرفام میکنن و راجع به خودم میکنن. مرسی، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، آفرین به شما که این نکته رو گفتین و خیلی با این موضوع کار دارین. اصل موضوع اشرف مخلوقات اینه که قضاوت‌های دیگران برای ما بی ارزش بشه و دیگه برامون اهمیتی نداشته باشه. یعنی موضوع رو برای خودمون حل کنیم که ببین دیگران هر چی میخوان بگن بگن، من همینی هستم که هستم. از این جمعی که الان اینجا حضور دارن شاید یه عده بگن که وای خانم قسامی چقدر زشته، خب بگن. برعکس یه عده دیگه میگن وای خانم قسامی چقدر زیباست، خب دمشون گرم، بگن. و ما یادمون باشه که هرگز قرار نیست 100% افراد رو با خودمون همراه بکنیم. یه تعدادی از ما خوششون میاد، یه تعدادی از ما خوششون نمیاد، یه تعدادی به ما جذب میشن، یه تعدادی هم از ما خوششون نمیاد دفع میشن. پس کاری به این موضوع نداریم. اگر این موضوع برای ما حل بشه دیگه این قضاوته هم در درون ما حل میشه و خیلی راحت تر میشیم. حالا حالتون چطوره الان خانم قسامی؟ الان بهتره. مرسی. توی هفته گذشته لایو برگزار نکردیم؟ نه متاسفانه یه سری درگیری داشتم، حالتون میتونم اینا بهانه است، ولی خب یعنی سرم خیلی شلوغ بود که بخوام وقت بذارم. خیلی ممنونم ازتون و میخوام ازتون قول بگیرم که تو هفته پیش رو حتما حداقل یک لایو برگزار کنید. قول میدید؟ حتما قول میدم. خواهش میکنم که لطفا اینطوری قول بدید. نگاه کنید روش قول دادن رو بهتون بگم. اینطوری دستتون میارید بالا، میگید که من کیانا قسامی قول میدم این هفته حتما به هر قیمتی شده یک لایو برگزار کنم. بگین لطفا. من کیانا قسامی قول میدم که تو این هفته حتما حداقل یک لایو برگزار کنم. زنده باشین. خیلی ممنونم از محبت شما خانم قسامی عزیز، سپاسگزارم. ممنون از اینکه با این که براتون سخت بود ولی این کار رو انجام دادید و خیلی بر من ارزشمندید و واقعا تحسینتون میکنم. آفرین. روز خیلی خوبی داشته باشین. شما هم همینطور، وقتتون بخیر. متشکرم فعلا. واقعا آفرین به خانم قسامی که تشریف آوردن و صحبت کردن. بریم سراغ آقای عباس‌زاده عزیز. آقای عباس‌زاده تشریف بیارین لطفاً. دوست دارم همین طوری صحبت، مثل همین که خانم قسامی صحبت کردن، یا یه ارزش خانوادگی یا یه واقعه خوب زندگیتون یا یکی از ویژگی‌های مثبتتون یا یه چیزی که یاد گرفتین و براتون جالب بوده رو بگین و به این بهانه دو سه دقیقه صحبت بکنین. آها خانم عباس‌زاده، ببخشید فکر کردم آقا هستین، معذرت میخوام. چشم خانم عبداللهی‌زاد. چشم، بعد از خانم عباس‌زاده شما تشریف بیارین صحبت کنیم، بعدش خانم سلطانی. چشم بیاین دیگه. خانم عباس‌زاده چی شد؟ خب صدا وصل شد، ویدیو رو هم تایید بفرمایید لطفا. خب پس من یه بار دوربین رو قطع کنم دوباره وصل کنم. یه تایید بزنید، الان باید تایید براتون بیاد.
اومدین. سلام به شما، صداتون نیست. صدا بذارید من صداتون رو یه قطع و وصل کنم خانم عباس زاده. خب حالا تایید کنید، حالا صحبت کنید. نه صداتون نیست. خب ایرادی نداره، با زبان بدن صحبت کنید، پانتومیم. خیلی متشکرم. میخوان یه بار هندزفریتون رو بکشین بیرون، قطع کنید از گوشیتون، شاید درست بشه. یا از لپتاپتون قطع کنید، شاید درست بشه. نه درست نشد. حیف. خیلی دلم میخواد که صحبت بکنید، ولی میتونیم بذاریم برای یه زمان دیگه. یه کوچولو به اندازه 30 ثانیه با زبان بدن یه چیزی بگید. خب خیلی ممنون ازتون خانم عباس زاده عزیز. حالا بعد از اینکه الان تصویر شما رو قطع کردیم، یه کاری بکنید توی ساعت استراحت، حالا با لپتاپ یا با گوشی که اومدین، یه بار خارج بشین، دوباره وارد بشین، دوباره توی پارت بعدی با همدیگه یه تست بکنیم، ایشالله که صداتون پخش بشه و بتونید صحبت بکنید. خیلی متشکرم ازتون، ممنونم. پس میبینیمتون. خب بریم سراغ خانم کدوم یکی از خانم ها گفتن که سری بیا. آها خانم عبداللهی زاد. کجا این خانم عبداللهی زاد؟ آها پیداتون کردم. تشریف بیارین لطفا. خب صدا اومد خانم عبداللهی زاد، تصویر رو هم اوکی بفرمایید. آها تصویرتون هم اومد. خب سلام به شما، روز شما بخیر. صدامو دارین استاد؟ الان صدای شما رو داریم، فقط تصویر رو هم. آها تصویرم اومد، تصویرم اومد. درود بر شما. دوربین جلو، دوربین عقب بس شده. خب اشکال نداره، بگیری طرف خودتون همون دوربین عقب رو. خب خانم عبداللهی زاد چون توی راه هستن، دیگه دوستان گفتن یه خانم یا آقا. آقا فهد بفرمایید، شما بیاین صحبت بکنین و بعدش خانم سلطانی تشریف بیارن. خب صدا رو هم فعال کنید. صدامو دارین؟ بله. خیلی خوش آمدین. سلام، روز شما بخیر. سلام، وقتتون بخیر و شادی استاد. حال شما خوبه؟ متشکرم، من عالیم. شما خوبین؟ من فوق‌العاده‌ام. خدا رو شکر. خوشحالم از این که میبینمتون. ما بیشتر. حال شما خوبه؟ زنده باشین، خیلی ممنون. خب بفرمایین، حدود 2 دقیقه اگر دوست دارین یه ارزش خانوادگی یا در مورد خودتون یا هر چیزی که دوست دارین بگین.
با سلام، فؤاد سودانی هستم از استان خوزستان، شهرستان اهواز، کارمند گمرکم. واقعا هم خیلی خرسندم و خوشحالم که در این دوره اشرف مخلوقات ثبت نام کردم و دارم تبعات و آثار خوبشو میبینم استاد. واقعا دوره فوق‌العاده است و همچنین کارمندانی که باشون کار میکنم در این مدتی که چهار هفته رو پشت سر گذاشتم واقعا میگن آقا فؤاد خیلی تغییر کردی و این تغییر کردن رو مدیون شما هستم استاد. اختیار دارین، زحمت و تلاش خودتونه آقای سودانی عزیز. با همت و درایت شما استاد. خیلی متشکرم. خب آقای سودانی، الان که دونه. اومدید اینجا سخته براتون؟ آره سخت بود. استرس داشتین؟ بله بله. خب حالا چطورین؟ حالا عالیم، خوب شدم. خب خدا رو شکر، ان‌شاءالله که همیشه همینطور فوق‌العاده و عالی باشین و همیشه از زندگی خودتون رضایت داشته باشین. واقعا ممنونم، مهر و محبت نشون میدی استاد. عزیزین عزیزین، شما آقای سودانی عزیز عرب زبانهای خوزستانی، چون من یه مدتی رفت آمد خیلی زیادی با همشهری های شما داشتم، یه سری ویژگی های خیلی خوب خانوادگی دارین، یعنی ارزش های خانوادگی دارین. یکی از اون ارزش هاتون اینه که عجیب آره عجیب و غریب مهمان نوازین. اینو یه خورده خودتون بگین، در موردش حرف بزنین. او کوچولوتونه، ماشاءالله. خدا حفظش کنه. واقعا ممنونم. استاد، عرب‌هایی که در استان خوزستان زندگی میکنن واقعا از اهل کرامت برخوردارن و مهمون نوازن. اینو اصالتا بردن. درسته. واقعا بله. همینطوره. بله بله. شما یه روز بیایید اهواز. بله من اهواز زیاد اومدم، زیاد برنامه داشتم. نون تنوری محلی مادرم برات میپزه. زنده باشی. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. در خدمت هستم. دوستان من با همشهری های آقای سودانی خیلی برنامه داشتم و اتفاقا توفیق این رو هم داشتم که تو روستاهاشون هم رفتم و بعضیاشون حتی اشایر هستن. توی اشایر هم رفتم، عرب زبانهای اشایر تو روستاهای مختلف خوزستان اطراف اهواز، و چند ساعتی هم توی چادرشون بودم. رسم عجیبی دارن و خیلی مهمون نوازن، یعنی یکی از رسومشون اینه، خیلی اهل قهوه هستن. درسته آقای سودانی؟ قهوه تلخ. آره آره خیلی اهل قهوه هستن، قهوه تلخ مخصوص خودشون. خوردی تا حالا؟ بله 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 خیلی. و انقدر برات میارن، انقدر برات میارن که اصلا دیگه شرمنده میشی، نمیدونی که باید چی کار بکنی. و من خیلی از این بعد باید دست تکون بدی اگه نمیخوای استاد، بار اول که خوردی، بار دوم که بخوری باید تکون بدی، با دست راست هم قهوه رو باید بگیری. بله رسومشون رو میبینید دوستان چقدر جالبه، باید با دست راست بگیری و باید تکون بدی، بذاری اونجا جلوت دوباره میان برات میریزن، استکان رو بذاری جلوت یا همینطوری بهشون بدی دوباره برات میریزن. یعنی تا وقتی یه سوالی دارم از خدمت شما. بفرم. من یه پسری دارم کلاس چهارم میره، بعد خیلی خجوله، چیکار باید بکنم که روان بشه بره تو جامعه صحبت بکنه، بره تو کلاس صحبت بکنه؟ حالا بعدا تو واتساپ آقای سودانی بهم پیام بدین. بله استاد. آقای سودانی عزیز بعدم توی واتساپ به این پیام بدین، این موضوع رو بگین بله. که اونجا براتون توضیح بدم که اینجا دیگه وقت دوستان رو با این موضوع نگیریم. واقعا ممنونم استاد. خیلی متشکرم ازتون. بزرگواری، روز خوبی داشته باشید. به خدا میسپارمتون. بله از دیدنتون خیلی خوشحال شدم، به امید دیدار مجددتون. اگه وقت شد انرژی باشین و فعلا اگه
آخر وقت که شد یه دقیقه هم بازم بیام بالا. بازم دوست داریم بیایم بالا؟ بله، حالا چون روون شدم. باشه، اگه وقت شد چشم، حتما حتما. خیلی ممنونم ازتون. متشکرم، سپاسگزارم استاد. بزرگوارین، تاج سر من هستین، براتون آرزو موفقیت. سروری شما، سرورید. متشکرم، خدا نگهدارت. خب بریم سراغ خانم سلطانی گرامی. خانم سلطانی بفرمایید لطفا. خانم سلطانی تشریف بیارین لطفا. چشم، بذارین اول دوستانی که قول دادم بهشون رو بیاریم بالا. خانم سلطانی یه علائم حیاتی نشون بدین. یه چیزی بگین. خب صدا. سلام به شما، روز شما به خیر و شادی. همچنین روز شما به خیر. خیلی خوشحالم از اینکه میبینمتون. مرسی، ممنون استاد. شما خوبی؟ من عالیم، متشکرم. شما چطورین؟ خدا رو شکر، گردم داره کنده میشه. فدای سرتون، بهتون قول میدم شما هم مثل آقا فؤاد سودانی آخرش به من میگین که میشه دوباره بیام. یعنی خیلی قدرت پیدا میکنی. خب بفرمایید خانم سلطانی، اول خودتون رو معرفی کنید، بگید از کجا هستید. اگر من لیلی سلطانی هستم از تبریز. بله خب یه چیزی مثلا میتونید یه ارزش خانوادگیتون رو بگید. مثلا بگید در خانواده ما خیلی مهمه که فرض کنید به بزرگترامون احترام بذاریم، یا در خانواده ما خیلی مهمه که شب یلدا همه دور هم باشیم. مثلا میگم یه ارزش خانوادگی بگید، یه خوبی که خودتون دارید بگید. خب ارزش خانوادگی ما خب دوست داریم به همه کمک کنیم، دست دیگران رو بگیریم. درسته. چه غریبه باشه، که آشنا باشه، فرق نمی کنه. اگه کسی درسته. مشکلی داشته میتونیم اگه دست از دستمون بر بیاد بهش کمک کنیم. دروغ نگیم، غیبت نکنیم، قضاوت نکنیم. احسن به باشیم. دوستان تبریز معروف به شهر بدون فقیر. من چندین برنامه آموزشی توی تبریز داشتم و واقعا همینه. درسته خانم سلطانی؟ بله. من متاسفانه من شما رو تو اینجا ندیدم. تازگی آشنا شدم تو اینستاگرام. زنده باشین، انشالله که خدمتتون میرسم تبریز و تو برنامه حضوری شدید. در خدمتیم. زنده باشین، خیلی ممنونم. تبریزی ها، این همین نکته ای که خانم سلطانی میگن، این که دوست داریم به هم دیگه کمک کنیم، انقدر این خصلت در وجودشون زیاده بارزه که این شهر تبدیل شده به یک شهر بدون فقیر. یعنی اگر کسی از همسایه ها، از اقوام دچار شرایط بد مالی بشه، اطرافیان جمع میشن کمکش میکنن و نمیذارن که اون شخص اذیت بشه و بهش کمک میکنن که از اون فقر دور بشه و دوباره به حالت عادی برگرده. این واقعا توی وجود شما هست خانم سلطانی، درست میگم؟ نمیدونم چی بگم. من خودم دوست دارم هرچی از دستم بر بیاد به همه کمک کنم. درسته.
شما یه خورده از خودتون بگین خانم سلطانی، متأهل هستین؟ بله متأهلم. بچه دارین؟ چند تا بچه دارین؟ چی کار یه دونه پسر دارم 22 سالشه. به به، خدا حفظشون کنه. ممنون، حفظشون کنه براتون. دوست دارین یه کوچولو بند استاد صداتون قطع شد؟ بله الان دوباره وصل شد. من که دوست دارم یه کوچولو به اندازه 30 ثانیه به زبان شیرین ترکی با همون صحبت کنیم. چجور؟ خب تبریزیلر گناه سوندیلر çok qonağa ehtiramlar oq. Hər nəmənə əlimizdən gəlsə qonağa xidmət elər oq. Çox mehman nəvaz oq. Təbriz çox gözəl şəhridir. Ustad, sedatın qət şod. Həssəm, həssəm. Dəram işləmən, bəli. Çox gözəl görməli yerlər vardı. Dostların hansı təşrif etsələr xidmətlərində var o. Siz de ustad, bəxsus siz özünüz. İndi bilmirəm burada türk dostlar vardılar ya xeyr. Bəli, ağay İbrahimi əziz, həmkar əziz mən dər məcmui 3% ki, incə dərəm pəyam midən, türk zəban həssən. خانم رشیدی میلانی همینطور ترک زبان هستن و فکر کنم دوستان دیگه هم هستن. خانم من özüm Tontxanı 4 əsin görmüşəm. Mən bundan da çox dalı idim. Xoşbəxtana biraz Tontxanı klaslarında pişirəft eləmişəm. Çox axtardım, dolandım. Xoşbəxtana sizi də burada tapmışam. زنده باشین، خیلی ممنونم. همینی که گفتین رو الان فارسیش هم بگین در مورد تندخانی که گفتین. من توی تندخانی دوره تندخانی گذروندم، مستریشو کوچینگشو گذروندم، استادشو گرفتم، ولی خیلی اعتماد به نفسم خیلی خیلی پایین بود. یکم اونجا بهتر شدم، حالا شما رو پیدا کردم. خوشبختم که پیدا کردم شما رو. میخوام خیلی پیشرفت کنم تا کلاس شروع کنم. احسن به شما. خیلی عالی بودین خانم سلطانی عزیز. واقعا ممنون، مرسی. واقعا بهتون تبریک میگم. تشکر. انشالله دوستانم کمک کنن لایوم بذارم. نمیتونم لایو بذارم. انشالله انشالله. یه چیز دیگه هم بگم، اینم بگین بعد دیگه با شما خدافظی کنیم. به دوستانی که الان از اینکه بیان بالا و دیده بشن میترسن یه توصیه‌ای بکنید، یه چیزی بهشون بگید. من خیلی خیلی میترسیدم، دلم حالا از جاش کنده میشه، ولی حرفای شما رو که شنیدم تصمیم گرفتم بزنم بیاریم بالا. اونا خواهش میکنم به ترسشون غلبه کنن، به حرف شما گوش بدن، انشالله که موفق بشن. آفرین 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 به شما. واقعا ممنونم، سپاسگزارم. من از شما ممنونم استاد، حرفاتون خیلی عالیه، به من روحیه میده. خیلی ممنون، تشکر از شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله باز هم ببینمتون خانم سلطان. مرسی، ممنون، تشکر. انشاءالله، خدا خدا رو شکر. چقدر خوب، چقدر خوب. آفرین آفرین، کیف کردم، کیف کردم خانم سلطانی. واقعا بهتون تبریک میگم. آفرین آفرین به شما. خب بریم آقای غلام نژاد رو ببینیم. آقای غلام نژاد که این همه سر به سر ما میذاره. آقای قوم نجات سلام. آقای قوم نجات سلام. تصویر ما رو دارید استاد شما؟ بله بله بله، تصویرتون رو داریم. بله
فکر کنم که یه کمی اینترنت شما ضعیفه احتمالا. من خودم رو نمیتونم ببینم. اوکی حله؟ بله 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 کاملا درست. من نه صدا دارم نه. بله 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 کاملا درست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده غلام نژاد هستم، معلم کلاس اول از شهر بندرعباس. قبل از هر چیزی میخوام از شما استاد تشکر کنم، واقعا واقعا میگم از ته دلم میگم. اینی که شما الان میبینید صحبت میکنه، این الانه، یعنی بعد از این که با استاد آشنا شده داره صحبت میکنه. قبلا یه خیلی 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 خجول بود و حتی گاهی میتونست از حقش دفاع کنه. پس این رو باید واقعا واقعا از شما تشکر میکنم. همیشه دعای خیرم، همیشه پشت شما موفق باشید، هم تو کشور عزیزمون هم خارج کشور. من یه نکته بگم راجع به صحبت‌های استاد. آقای صادق رو مسیر رو بردن، اولا مسیر و همچنین یه سفر و هدف که ما برسیم به اون آخر دیگه از سیگی داره به خودمون که انتهای این مسیر برسیم یا که با تمرین و تکرار هدفی که خودمون مد نظرمون هست اون دکمه تغییر رو بزنی، تمرین و تکرار که باعث میشه موفق بشیم. انشالله که همه تون شد. چرا؟ چون به خودتون اجازه، به خودتون این قدرت رو دادید که فشار بدید و در دوره خلقات شرکت کنید. زنده باشین آقای غلام نژاد عزیز، خیلی متشکرم. بازم صحبت کنم. ممنونم از راهنماییتون، خیلی عالی هستین. واقعا بهتون تبریک میگم. این صحبتی که اول استادم جان، معلم مدرسه غیر انتفاعی ماه برای والدین، برای مادران جلسه آموزشی میذاریم. جلسه اولی که خواستم صحبت کنم عرض دو دقیقه، من دو دقیقه همه چی از ذهنم پرید. تصویری که همیشه علاقه که میخوام برم صحبت کنم یکی از هزار خندید، این تصویرش همیشه تو ذهن من ثبت شده. ولی خب با تکنیک هایی که کردید خیلی راحت میتونم از بابا واسه افتخار شدم استاد عزیز. واقعا سپاسگزارم، مرسی از اینکه تجربتون رو با ما در میون گذاشتی. و راستش رو بهتون بگم، کسی که یه بار یه آسیب دیده و یه بار ضربه خورده، یعنی یه خاطره بدی توی ذهنش درست شده، به این راحتی ها نمیاد خودش رو تغییر بده، بلکه بیشتر فرار میکنه. چون گفتیم وقتی رفتار منفی یه بار اتفاق افتاده، حس منفی وجود داره، چرخه ترس قوی تر شده دیگه. اما با این حال شما الان اینجایی و دارید آموزش میبینید و دارید تلاش میکنید، این فوق العاده عالیه و واقعا بهتون تبریک میگم. خیلی ممنونم ازتون. خب آقای غلام نجات، صدا و تصویرتون یه خورده قطع و وصل میشه. فکر کنم کلن هم تصویر من بی نهایت. از شما سپاسگزارم و ممنونم از اینکه با تمام سختی حضور دارین و دارین آموزش میبینین و دارین تلاش میکنین که خودتون رو تغییر بدین و با توجه به اینکه معلم هم هستین اثرش رو خیلی زودتر توی جامعه میبینین، چون شما با هزینه شخصی خودتون اومدین آموزش ببینید و
میرید روی بچه های ما، بچه های مردممون که بچه های ما هستن پیاده میکنه و این فوق العاده ارزشمنده. بهتون تبریک میگم و خیلی ممنونم ازتون، خیلی بر من عزیز و بزرگواری. خب تشریف بیارن لطفا خانم پویان مهر. خانم پویان مهر رو هم باشون صحبت بکنیم، بعد بریم یه استراحت کوتاه انجام بدیم. من دوست دارم که همه دوستان بیان، تلاش میکنم که همه دوستان بیان. یک به یک دوستان دستا بیاد بالا، دوستانی که میخوام بیان و تا حالا نیومدن. خب خانم پویان مهر سلام به شما، وقت شما بخیر، خوبی؟ مخلصم مایستادالو، خوب هستید شما؟ عزیزین، این یه غافلگیری و یک سورپرایز خیلی جالبه، این که ما یه نفر دیگر رو صدا میکنیم و یهو همسرشون میاد. در خدمتم، مخلصتم. این قبلا چون خانمم تو شرکت کرده بود تو وبینارا، به خاطر همین همم به اسم اونم آماده بود. من کامل آغاز هستم. بله خیلی متشکرم. خب بفرمایید، تریبون در خدمت شما. من در خدمتم عرض کنم خدمتون. اول سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، مطمئنم که همم خوب هستن. من کامل آغاز هستم از شهرستان مهاباد، استان آذربایجان غربی. در این مدتی که من تو اشرف مخلوقات شرکت کردم تو این کلاس ها، باور کن خیلی چیزها را یاد گرفتم. حتی تا تو بیرونم که میرم با بچه ها که صحبت میکنم، همیشه این چیزها تو ذهنم هست. به نفر که برخور میکنم حس خوبیش همیشه یادم هست. چیزهایی که منفیه که بچه ها حالت منفی صحبت میکنن، همیشه بهشون گوش زد میکنم. که حتی یه مورد هست که در مورد این که هر انسانی اگر یه چیز منفی بیاد تو ذهنش، باید 70 بار چیزهای مثبت بیاد که اون حس منفی از درونش بیرون بره. خلاصه توی این مدت واقعا دستون در نکنه آقای صادقلو، ما خیلی استفاده کردیم از کلاساتون، خیلی هم عالی بودن. تشکر میکنم. خیلی متشکرم ازتون، مرسی از همراهیتون. خب این هفته لایو برگزار کردین؟ والا لایو نه برگزار نکردم، ولی فیلم هم هر سری گذاشتم، ولی لایو نه، هنوز برگزار نکردم. کی لایو برگزار میکنین انشالله؟ تو این هفته حتما 100%. یه قول اینطوری به من بدین، بگین من قول میدم این هفته حتما لایو برگزار کنم. من قول میدم تو این هفته حتما لایو برگزار کنم. بی نهایت سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خودتون معرفی نکردید، معرفی کنید، چون اینجا اسم و فامیل خانومتون هست. معرفی کردم، من کامل آغاز هستم از شهرستان مهاباد، استان آذربایجان. کامل آغاز، درود بر کامل آغاز مهربان و دوست داشتنی. و مهابادی ها هم خیلی مهمان نوازن، خیلی مهمان نوازن و من دوستان خیلی خوبی از مهاباد دارم و گل سرسبد اونها آقای دکتر سیدای عزیز که دوست خیلی خوب من هستن و حتما معرفه حضور همه دوستان هم هستن. آقای آغاز خیلی ممنونم از محبت شما، از همراهی شما، براتون آرزوی محبت دارم. تشکر از دیدارتون، روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا بریم آقای سودانی رو ببینیم که چقدر شبیه برادرشون هستن. آقای سودانی کجایین؟ آقای سودانی لطفا دستتون رو بیاریم بالا. خب خیلی متشکرم، بفرمایید تشریف بیارید. آقای سودانی عزیز تشریف بیارین که با هم صحبت بکنیم. کجا رفتیم پس؟ یه بار دیگه بایسین تکون نخورین تا پیداتون میکنم میرید. بذارین سودانی دوباره لطفا دستتون رو بیارین بالا. آقای سودانی
خب همینجا وایسین، این دوربین و این صدا. تایید بفرمایید و تشریف بیارید. استاد صدا اوکی شد؟ بله صداتون رو داریم. دوربین رو هم اوکی کنین لطفاً. خب بذارید من دوربین رو یه بار قطع و وصل کنم، یه پیامی براتون میاد باید تایید کنید. چشم چشم. تایید کردم استاد. خب پس چرا فقط صداتون شنیده میشه، تصویر نداریم؟ نه باید تصویر، تصویر خودم باید نشونت بدم استاد. میدونم علاقه من شدم ببینم اتون، ببینم تشخیص میدم یا نه. ما عاشق تیم استاد. گلین گلین آقای سودانی، یه بار دیگه تایید بفرمایید لطفا. بله رو بزنم؟ بله 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 زدم استاد. با گوشی هستین آقای سودانی؟ بله بله بله. خب نمیدونم چرا حالا تصویر شما دیده نمیشه، بعدا باید یه تنظیمی با هم دیگه انجام استاد بدیم. حالا همینطوری صحبت کنید. یه قولی از شما بگیرم اول. خواهش میکنم. یه دقایق آخر میرم پیش فؤاد، از گوشی فؤاد با شما صحبت بکنم. باشه؟ باشه باشه باشه. قولو میدید استاد؟ حتما حتما. چشم. واقعا ممنونم از مهر و محبت شما. عزیزین عزیزین عزیزین. شما بزرگواری. ما موقع صحبت بکنیم پیش فؤاد با هم صحبت میکنیم. آره 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 باش. پس بریم پیش آقا فؤاد، اونجا با هم دیگه صحبت کنیم. یه رو ساعت دیگه برم اونجا خوبه؟ آره حدود آخرین دقایق دیگه برید اونجا، یه رو 20 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه، هر موقع که اوکی بودین اونجا بنویسین که من وقت کنم. چشم چشم. برو چشم استاد. متشکرم. چشمتون روشن. موفق باشید. بزرگوارید عزیز. سلامت سلامت. خیلی ممنون. خب دوست دارم که همه دوستان رو یکی یکی بیارم بالا همه صحبت بکنن، ولی میخوام بریم استراحت هم انجام بدیم. خانم رشیدی میلانی بفرمایید لطفا. تا کجا همه دوستان صحبت بکنن، چون میدونم این که میان بالا صحبت میکنیم بیشتر نتیجه میده تا حرفایی که من میزنم. خانم رشیدی میلانی، خانم میلانی تشریف بیارین لطفا. بعدم سر فرصت تا آخر جلسه امروز آقای ابراهیمی عزیز صحبت کنیم باشون. خانم میلانی الان صداتون پخش میشه. خب اجازه بدید من دوربین رو یه بار کنترل کنم براتون. الان باید سلام وقت شما بخیر. سلام خسته نباشید. خوب هستید؟ متشکرم. عالی هم خیلی ممنون. سلامت باشین. فرشته رشیدی میلانی هستم از آذربایجان شرقی تبریز، بعد نماینده بیمه ما هستم دیگه. دیگه تریبون با شما خوبه خانم میلانی. یه دقیقه دو دقیقه، یه ارزش خانوادگی یا یه ویژگی خوب خودتون یا یه چیزی که اینجا براتون جالب بوده یاد گرفتین رو اینجا در موردش حرف بزنید، بفرمایید. خب خیلی چیزا یاد گرفتم، ولی خب بذارین اینجوری شروع کنم که یکی از چیزایی که خیلی خوشحالم از بابت انجام دادنش این هست که با اصرار زیاد و با مشکلات فراوان سعی کردم نمایندگی ما حفظ کنم و به فعالیتم ادامه بدم و احساس میکنم این خیلی فرق کرده از بابت خجالت و کمرویی رو من تأثیر داشته. و خب تو مسیر همین نمایندگی یه موقعیتی پیش اومد که با شما آشنا شدم و از این بابت باز خیلی خوشحالم. و اینکه تا یه دوره خیلی فشرده گذروندم برای فروش بیمه های عمر، ولی خب تا الان اراده نکردم برم
مشتری یابی کنم یا با مشتری صحبت کنم. ولی خب ایشالله از این به بعد حالا این کارم انجام میدم و دیگه ایشالله ایشالله به امید خدا براتون توی این هیته آرزو موفقیت میکنم. دوستان بیاین در مورد خانم میلانی یه چیزی رو من بگم در رابطه با کاری که دارن انجام میدن. خوب دقت بکنین، خانم میلانی فعالیت میکنن در حیطه بیمه. اگر بخوایم به عنوان یک رسالت این موضوع رو بررسی بکنیم، خانم میلانی دارن چیکار میکنن؟ شاید اسمن این باشه که یه شغلی دارن، دارن بیمه میفروشن، پول در میارن. بله این اسمشه، اما چه اتفاقی میافته؟ من اعتقاد دارم به اتفاقهایی که ممکنه بیفته و خانم میلانی دارن از رویداد یه سری اتفاقات بد جلوگیری میکنن. این فرض کنیم یه نفر، یه آقایی که امروز میاد خودش رو بیمه میکنه، در آینده دچار نقص عضوی بشه خدای نکرده، یا اینکه اتفاق بدی براش بیفته و خانوادهش علاوه بر این که باید قصه اون نقص عضو رو بخورند، در نبود بیمه باید قصه شرایط اقتصادی بد رو هم بخورند. اما خانم میلانی دارن زندگی رو برای افراد راحت تر میکنن، دارن نقش دست خدا رو بازی میکنن و این خیلی ارزشمنده. خانم میلانی اگر اینطوری به کارتون نگاه کنید، حتی یک دقیقه هم شما صبر نمی کنید برای فروش بیمه. ولی استاد حالا خجالت کنید معرفی می کنید. جان بگی. متاسفانه تا الان این خجالت و کمرویی غالب بوده به این احساس و اینکه خب همیشه این حسو داشتم که شاید چیزایی رو بلد نیستم که بتونم با مشتری مثلا جوابگو باشم یا رو در رو باشم باهاشون و باید کاملتر یاد بگیرم. ولی خب ان شاءالله بعد این شنبه شروع میکنم به فروش. ایشالله به امید خدا. لایف هم برگزار کردین؟ نه استاد متاسفانه. خب یه قول پس به من بدین، دست بیاد بالا. من فرشته رشیدی بگین. من فرشته رشیدی قول میدم دیگه از این به بعد تکالیفمو درست انجام بدم. آفرین. پس این هفته یه لایف خیلی خوب برگزار میکنید، درسته؟ ایشالله. خیلی متشکرم ازتون. خیلی ممنون. همینجا یه پیام ترکی هم بگید به خانم سلطانی. خانم سلطانی ممنونم بلزدن که بودور دوارسوز و قوت قلب اولدوز بلمه و سو خیلی سخته واقعا. آره ولی انجامش بدید. مشکلاته. یکی از مشکلات ما ترک زبان ها همین لهجه و لحن فارسی هست. یعنی فارسی صحبت کردن خیلی سخته برامون و جایی که من مجبور باشم فارسی صحبت کنم ترجیح میدم اصلا اقدامی نکنم. چون واقعا لهجه همون... فارسی رو خیلی بهتر از ترکی صحبت کردین، تو ترکی موندین. درسته. بله. بعد نکته مهم این که این مشکل نیست، نگید مشکل. چرا میگی مشکل؟ الان من نمیتونم ترکی صحبت کنم، یعنی مشکل دارم؟ ولی خب زبان اصلیمون فارسی هست که باید بلد باشیم، باید مسلط باشیم و خب متاسفانه ترک زبان ها اون تسلط کامل رو ندارن و حتما لهجه داریم ما. بله. لهجه شما لهجه خیلی شیرینیه، لهجه همه اقواممون شیرینه، مگر اینکه خودمون فکر کنیم چیز بدیه و این همش زاده ذهن ماست. فقط یه کوچولو تمرین بکنی همه چیز سر جاش قرار میگیره. اصلا نگران نباشید. خب